دکتر هوگان، من میدونم که شما با لبنیات زیاد موافق نیستین. با لبنیات منظورتون؟ شیر، پنیر، محصولات لبنیات از گاو منظورتونه؟ بله. آه. خب مگه شما موافقین؟ بله، من موافق بودم تا اینکه کتاب شما رو خوندم. خب با دیدم که شما موافق شدین که نباید بخورین. بله، من به دخترم میدادم شیر. دخترتون الان 2 سالشه دیگه؟ آره 2 سالش میشه یه ماه دیگه. خب بهش بعد از خودتون بهش شیر دادی؟ شیر خودت بعد از اینکه خودم بهشون شیر دادم دیگه بهشون شیر کردم، بهشون شیر دادم. شیر چرا؟ بخاطر اینکه دکترشون گفت برای استخونش خوبه، برای رشدش مهمه، برای DHA که توی شیر بود اونم برای رشد خب. مغزش خوبه. من گوش دادم به دکتر. بله. ولی موقع که شما رو دیدم دیگه بهش ندادم. اول از همه یه موضوع رو من بحثی رو باز کنم. خیلی چیزای خوب تو خیلی چیزا هست. بله. شما اگه یه سنگو راک یه سنگ رو برداری اینو تجزیه تحلیلش کنی، اینقدر مواد معدنی هست توش، اینقدر کلسیم هست توش، اینقدر چیزای مختلف هست. ولی آیا اگه اون سنگ رو شما بخورین یا من بخورم موادی به ما میرسه؟ نه. خب شیر گاو هم خیلی مواد توشه، ولی اون برای رشد اون گوساله بیچاره است که بچه گاو باشه، اینا رو بعد بخوره که یک دفعه مثلا در عرض چند ماه میگه چند برابر میشه. خب و اون کامپوزیشن و اون طریقه ترکیب موادی که در شیر گاو وجود داره با شیر انسان خیلی فرق داره. خب حالا شما طبیعت رو که قبول دارین دیگه. خب در طبیعت شما میبینین حیوانات مختلف، بعضیاشون میرن گیاه میخورن، بعضیاشون گوشتخورن. اونایی که گیاه خورن که میبینین چقدر بزرگ و عظیم، مثلا فیل، زرافه، شتر، کرگدن. بله. اینا اکثرشون یعنی همشون گیاه خورن، درسته؟ بله. یعنی چیز میخورن. حالا حیوان هم مثل شیر و ببر و پلنگ و اینا هم که گوشت خورن، درسته؟ آیا شما تا حالا در طبیعت هیچ وقت دیدین که مثلا شیر به بچه شیر بده، زرافه به بچه شیر بده، بعد یه سال دو سال یا فیله، آقا فیله که به اون بزرگی و اینقدر قوی و به بچه شیر بده، حالا مثلا به بچهش میگه خب حالا ما برای اینکه چون دکتر بچه‌مون گفته، مثلا فیلم دکتر دارن دیگه بیچاره. بله. خب چون دکترون به ما گفته که بعد اینو بخورین چون اینا توشه، پس بریم گاو بیچاره رو بیاریم اینجا حالا شیرشو بخوریم. بله. گاو رو ممکنه خودشو بخورن. بله. ولی شیرشو نمیخورن معمولا. یعنی در طبیعت همچین چیزی شما ندیدید. درسته. هیچ وقت نمیبینی که یه حیوانی بره شیر یه حیوانی. تنها موجود انسانه. بله. اون هم فقط در عرض تقریبا 10-12 هزار سال قبل، یعنی از این 3 میلیون سالی که مثلا از عمر انسان روی زمین تقریبا میگذره، فقط یه 10-12 هزار سالی که انسان لبنیات رو معرفی کرده به سیستم خودش، اونم نه همه کشورها یا همه جاهای مختلف. خیلی کشورها شیرشون رو نمیجوشونن، پاسترایزیشن. خیلی از کشورها شیر رو را میخورن. به هر حال ببین، شیر اصولاً شیر یک حیوان دیگه برای یک حیوان دیگه زیاد مناسب نیست. حالا اگر شیر مثلا بز بود یا شیر گوسفند بود، باز خیلی به شیر انسان نزدیکتره. به چه نظری منظور؟ خب از نظر اون کامپوزیشن و چیزایی که توشه و برای یا مثلا شیر شتر یا شیر الاغ میدین شیر الاغ یعنی ما خیلی بهتر بریم شیر الاغ رو بخوریم تا شیر گاو، که اینا نباید بکنیم این کارو به خاطر اینکه اون کامپوزیشنش فرق. حالا چی یه سوال از شما دارم. شیر درش یه عالمه کلسیومه. بله. یه مقدار زیادی مواد معدنیه. معدنی میشه مینرالز. بله. و خب مسلما اسید فسفوریک توشه، اسید سولفوریک توشه. و حالا اینا رو داشته باشین چون لازم اینا رو یادت باشه برای صحبت، چون من میدونم چه سوالایی حتما میخوای بکنی. حدس میزنم. آره راجبشی. برای همین اینا رو داشته باش که چیا توشه باز صحبت میکنه. من یه سوال دارم. بله. شما من اومدم از شما سوال بپرسم. حالا یه سوال منو جواب بده. بله. شما شیر گاو میخوری دیگه؟ بله. من دیگه یعنی میتونی بخوری مثلا اینو بخور. ولی از یه ماهی که قشنگ نمیخورم. آیا تو خانوادهتون کسی هستش که مثلا الان داره به بچه شیر میده؟ بله. خب مثلا دختر خاله خواهر شوهرم. خواهر. اوکی.
اگه مثلا خیلی ببخشید این سوالو میکنم، مثلا یه لیوان شیر خواهر شوهرتون شیرو بدوشه و یه لیوان شیر گاو، شما اون شیر گاوو خیلی راحت میخوری، بله، ولی این شیر این مثلا دختر خواهر یا هر چی فامیلتون رو بخورین، بله، چیکار میکنین؟ چه عکس العملی نشون میدین؟ شیر خواهر شوهرم خیلی عجیبه برات، خیلی، یعنی به هر کی هم بگی اینو بخور خیلی براش سخته، خیلی. خب حالا چون وقتمون تقریبا داره برای این سری تموم میشه، بحث خوبی هم هست، بس در بر دو سه تا برنامه آینده این شیر رو بیشتر بشکافمش ببینیم جریان. بله شما من بگیم من چرا برم شیر خواهرشوهرمو بخورم؟ برای که شما میخواین خواهی شیر گاو بخوری، خواهرشوهر شما به شما خیلی نزدیک تره تا شیر، ولی خب برای شما خیلی بهتره به خاطر اینکه شیر انسانه، بله، و اون شیر یک موجود دیگه است. خیلی درسته.